میخوام این دفعه شما رو ببرم به یک جنگل فوق‌العاده زیبا توی شمال دامغان، جنگل اسپیرو. جنگل اسپیرو توی شمال شهر دامغان قرار گرفته. برای اینکه برسید به این جنگلا از دامغان بعد بیاید شهر کلات رودبار و از اونجا مسیر بادلکور رو ادامه بدید. مسیر یه جاهایش آسفالته و یه مقدارش خاکی. جاذبه های دیدنی توی مسیر خیلی هست. برای اینکه دیدنی ها رو با هم دیگه ببینیم من رو همراهی کنیم. اینجا منطقه اسپیروه، نقطه مرزی استان سمنان و مازندران. البته این مرز حدودیه. چشمه هم که پشت سر من میبینین چشمه اسپیروه، یه چشمه فوق‌العاده پر آب که از کوه بالادست سرچشمه میگیره و میره به سمت شمال. آقای بندریانی، اگر میشه راجع به جنگل اسپیرو توضیح بدید برای من، راجع به گونه‌های گیاهی که توش هست؟ اینجا تو جنگل اسپیرو درختان زیادی داره. بین مرز استان مازندران قرار گرفتیم، چند کیلومتریش میشه استان مازندران. بعد درختهای مثل بلوط، عوض، بعد زرشک یا ریشه های زرشک چی، بعد گیاهانی مثل گوند، اینا زیاد داره. بعد خیلی در هم بافته هم هستن. بعد این هرچی به سمت شمال میریم میخوام اینم همینجوری درخت ها تنوکه یا اینکه انبوهتر هم میشه؟ بافت درخت ها انبوهتر میشه. بعد این منطقه بومی ها بیشتر تو این چی جای آغول و گوسفند و پرورش ماهی و بعد از طریق معدن هم توی همین منطقه ما داریم. معدن زغال معروف هسته، یعنی زغالش حداقل رگش اصلیش 4 متر هسته. یعنی اینجور معدن های ما توی این چی داریم، ولی ناشناخته هسته، هنوز شناخته نشده توی این بافت. اینجا غیر از این درخت هایی که هست و حالا منطقه جنگلی که هست دیگه دیدنی چی داره؟ دیدنی اینجا پرندگان بسیار زیبایی داره، از نظر شاهین، عقاب، دارکوب، اوتوهوت، یعنی شونسر ما میگیم به رسم بومی. بعد حیوانات وحشی مثل خرس، خوک چی داره؟ خوک وحشی داره. بعد از طریقش باز گاو کویی داره، گوزن کویی میگن، اینو حتما داره این تو این جنگل ها. چه جواله. بعد یه نوع علف های هسته واسه خوردن هسته، ما انسان ها بومی ها داریم استفاده میکنیم، بهش میگیم علرزی. درسته. تو اول بهار اینجا سبز میشه که خود انسان ها اینو میخورن. پس دیدنی هاش زیاده. آره. هم جانوری هم غنیه. از مسیر روستای بادلکو اومدیم به سمت منطقه اسپیرو. منطقه اسپیرو یه منطقه فوق‌العاده زیباست با قله‌های معروفی که اطرافش رو گرفتن. نمونه یکی از اون قله ها که تو منطقه دامغان خیلی معروفه الان پشت سر منه و اسمش قله شاهدار یا شاخداره. دلیل اصلیش هم به خاطر دو شاخه بودن نوک قله هستش. اولهوش 3300 یا 400 متر هم ارتفاع داره. قله های معروف دیگه ای که تو منطقه هستن قله بادلکوه که توی غرب گردنه اسپیرو قرار گرفته. پشت سر من هم قله های معروفی مثل کهکشان، گاوکشان، شاهکو قرار گرفتن که همه ارتفاعاتی بالای 3300 متر دارن. حتی قله چالویی هم از توی این منطقه دیده میشه.